سلام، وقتتون بخیر باشه. با بخش دهم تشخیص تصاویر در خدمتون هستیم. امشب میخوام یک یافته رایج دیگه و یک تصویر رایج دیگه که شما در چشم غالبا سگهای مسن میبینید رو با هم دیگه مرور بکنیم، و اون هم این عارضه هست که اینجا کاملا مشخصه. حالا این که میبینید اینجا خب مو هست که خب بحثی در موردش نداریم، اما این آرزه رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اولین چیزی که هست ما باید ریکوگنایز بکنیم که این در کجا قرار داره، که خب همونطور که مشخصه و واضحه توی بافت عنبیه قرار داره و میبینید که یه بخشی از عنبیه اینجا انگار وجود نداره ولی یه بخشی اینجا همچنان هست. به این حالت که توی چشم ایجاد میشه که احتمال زیاد خودتون رو هم میدونید بهش میگن آیریس آتروفی یا آتروفی عنبیه چشم. اما این آیریس آتروفی یا آتروفی عنبیه میتونه شکل‌های دیگه ای هم داشته باشه، میتونه خیلی اکستنسیو تر باشه و همونطور که میبینید کاملا هم در این ناحیه که حالت تارنکبوت مانند پیدا کرده، و حتی در این نواحی هم میبینید که با مزرس شدن لبه مردمک شما اینو کاملا مشاهده میکنید که غالبا آتروفی عنبیه میتونه به صورت اولیه اتفاق بیفته که معمولا تو سگهای مسن هست مثل همین تصاویری که میبینید، و میتونه به صورت ثانویه هم اتفاق بیفته در اثر یوویت های مزمن، در اثر گلوکوم های مزمن میتونه همچین اتفاقاتی در حقیقت بیفته برای بیمار. اما در مواردی که به صورت پرایمری یا اولیه هست و در اثر افزایش سن هست، مثل این مورد که حالا مشخص قبلا صحبت کردیم دیگه، این سگ نوکلار اسکلروزیس داره و آتروفی رو میبینید چقدر اکستنسیف هست تو این ناحیه و خیلی زیاد، تقریبا قطر عنبیه تو این ناحیه رو میتونیم با قطر عنبیه توی این ناحیه مقایسه بکنید، میبینید چقدر از عنبیه تحلیل رفته، یا حتی اینجا هم میتونید مقایسه بکنید عنبیه رو، و همینطور مزرس شدن لبه عنبیه رو میتونید کاملا تو این تصویر مشخصه، ببینید چقدر از عنبیه در حقیقت اینجا از بین رفته و این ور که دیگه تقریبا ما عنبیه ای نمیبینیم. تو اینجور بیمارا یه اتفاقی که میفته حالت فوتوفوبیا دارن و نور بسیار اذیت میکنه حیوان رو، و ترجیح برای اینه که توی نور، توی محیط های خیلی پر نور یا تو نور آفتاب نره، و در این مواقع شما دیگه عملا PLR نخواهید داشت. یه موقع شک نکنید که حالا PLRش منفی هستش، یه دلیلش اینه که خب بالاخره عملا پیوپیلی وجود، یعنی در حقیقت عنبیه‌ای وجود نداره که بخواد در حقیقت عضلاتش جمع بشن و بخواد پیوپیل رو تنگ بکنه. پس اینا خیلی عوارض میتونم بگم نرمالی هستن و یک فرایند فیزیولوژیکی هست تو بدن اتفاق میفته با افزایش سن. خیلی اوقات بیشتر تو نژادهای توی و توی مینیاتور پودلا، توی اشناوزرا و توی شیهاوا و همچنین توی گربه‌های سیامی اگه درست یادم باشه اتفاق میفته، که خب خیلی چیز عجیب غریب و نگران کننده نیست همونجور که خدمتون عرض کردم. فقط نکته مهم این هستش که بتونیم رو درست تشخیص بدیم و اشتباه نیافتیم با حالت پاتولوژیک، و اگر خواستیم مطمئن بشیم که حالا این آتروفی در اثر عوارض و بیماری های مثل گلوکوم یا یوویت هست، که خب باید چک بکنیم ببینیم علائم یوویت یا گلوکوم رو بیمار داره یا نداره. ولی به صورت طبیعی وقتی چشم کاملا سالم هست و هر چیزی که میبینیم کاملا طبیعی هست، طبیعتا خیلی به اونها فکر نمی کنیم و به حالت پرایمری توی سگهای مسن در حقیقت فکر میکنیم، که خب علامتاش رو و علائمش رو خدمتون عرض کردم و تشخیصش هم خیلی تشخیص ساده ای هست، احتیاج به افتالموسکوپ یا یک سورس نوری مثل ایلومینیتور داره فقط. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید میتونید زیر همین پست برامون بذارید و ما در خدمتتون هستیم. اوقات خوبی رو داشته باشید.